بسم الله الرحمن الرحیم. مردم خبری های عزیز سلام، به لنز امروز خوش اومدید. امروز 4 اردیبهشت سال روز تأسیس رادیو در کشورمونه. به همین مناسبت یک کلیپ نوستالژیک براتون داریم. با همین دور خود بچرخی زرگیه میگی؟ بله عبی خان، ساعت زنونه مچی میخواستم. آه، به روی چشمم، حتما. ببخشید، الان چندین مدل براتون میارم. اینا پارتی جدیدمونه، نگاه کنید. خیلی ممنون جان. زیلی بله. این عبی من لنگه نداره، ساعت میزازه پدر جد گالو. تمام ساعتسازی های سوئیس در به در دارن دنبالش میگردن بدوستن ببرن این سوئیس. نازل خانم بفرمید. ببینید میپسندید؟ 30 مدل ساعت مچی زنانه جدید. این ساعتاتونه؟ عبی جانم خیلی عقبی. خیلی دوست داشتم که مجال بیشتری داشتیم، بیشتر در خدمتتون بودیم، حرفای قشنگتون بیشتر میشنیدیم. چه فایده پارسال هم به مجال دادیم، این قضه بخش گردی هم اونم برنامه است مزخرف سیمای هفته. اینجوری ملون تحویلش بگیری بخشش کنی سرت نمیدونم بلان اول و وسط آخر زیمای هفته خودتی پخش نکنی گندتون بزنن با اون برنامه تو. تصور میکنم که دیگه سخنی نباشه. خیلی ممنونم از شما، متشکرم. انشالله که شما هم در کاری که در پیش دارید در معرف برنامه های خوب به مردم موفق و پیروز باشید. ما هم خدمتگزار کوچکی هستیم که انشالله کارمون رو توجه مردم قرار بدیم. دیروز هم آقای شاه‌آبادی معاون صدا در نشستی که با اهالی رسانه داشتن گفتن که در سال جهش تولید هدف رادیو ارتقای کیفی برنامه‌ها و بهبود ساختارها. یه خبر داریم برای علاقه‌مندان به تئاتر، این که مدیر کل امور نمایشی گفته دوره جدید جشنواره تئاتر فجر بستگی داره به اینکه کرونا کی و چطور به پایان برسه و قطعاً با بررسی این مسئله بعداً در مورد این موضوع تصمیم گیری میشه و به اطلاع علاقه‌مندان به تئاتر میرسه. اما دیروز خبری خوندیم از استقبال عالی مردم از سریال نونخه 2 بر رضایت 80%شون. حالا براتون کلیپی داریم از پشت صحنه این سریال در روزهای کرونایی. با هم ببینیم. در حال تلاش هستن و انشالله دارن شرایط رو آماده میکنن که این کار به ماه مبارک رمضان سال 99 برسه. خیلی امیدواریم که مردم ببینن. این عکس از عمو کاووس سریال هم از دیروز در فضای مجازی دست به دست میشه، عکسی که نشون میده ایشون از نیروهای هوانیروز در دوران دفاع مقدس بودن. داریم به اذان ظهر نزدیک میشیم. خیلی ممنون که امروز هم همراهمون بودید. التماس دعا. خدا نگهدار.